با سلام و عرض تبریک و شاد باش به مناسبت تولد عیسی مسیح به مسیحیان جهان به ویژه هموطنان مسیحی. با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به کلیات طرح ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری رأی دادند. به گزارش ایسنا در این طرح شورای متشکل از رئیس جمهور یا معاون اول و برخی وزرا موظف است حداکثر ظرف 2 سال مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری را انتخاب کند. با تصویب کلیات این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع شد تا پس از بررسی مجدد این کمیسیون جزئیات آن در صحن علنی مجلس مطرح شود. به دنبال درج خبری در خصوص یادداشت رئیس جمهوری ایران در یکی از روزنامه‌های آلمان، محمد رضا صادق مشاور رسانه‌ای حسن روحانی در گفتگو با خبرگزاری فارس انتساب آن را به رئیس جمهور تکذیب کرد. آقای روحانی طی یادداشتی که روز دوشنبه در روزنامه آلمانی زود دویچه سایتونگ منتشر شد اعلام کرد تهران قصد دارد روابط خود را با آمریکا و کشورهای اروپایی بهبود ببخشد. او همچنین تاکید کرده بود هر آنچه از دستش برمی آید برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای با غرب انجام داده است و انجام می دهد. آقای روحانی همچنین گفته بود در تلاش هستیم تا از تحمیل مشکلات جدید بر روابط میان ایران و آمریکا جلوگیری شود و تنش‌های بجا مانده از گذشته نیز برطرف شود. در همین راستا محمد جواد ظریف هم روز دوشنبه اعلام کرده بود که در هفته‌های آینده وزرای خارجه چند کشور عضو اتحادیه اروپا به ایران سفر خواهند کرد. وزیر امور خارجه ایران که این موضوع را در صفحه فیسبوک خود اعلام کرده بود به نام این کشورها اشاره نکرد، اما گفت این موضوع در راستای سیاست افزایش رابطه دولت جدید با دیگر کشورهاست. اسماعیل کوثری از نمایندگان اصولگرا و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید محمود علوی وزیر اطلاعات در ارتباط با دیدار هیئت پارلمان اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی امروز سه‌شنبه به مجلس میآید. اسماعیل کوثری، نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر و جعفر پناهی فیلمساز ایرانی و برندگان جایزه ساخاروف را از فتنه‌گران خوانده است. در واکنش جعفر پناهی گفته است این دیدار یک مسئله طبیعی در عرف روابط بین الملل است و این مسئله به من و خانم ستوده هیچ ارتباطی ندارد. هیئت پارلمانی اروپا روز جمعه 22 آذر ماه در سفارت یونان با نسرین ستوده و جعفر پناهی برندگان جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا دیدار کرد. این دیدار انتقاد تند اصولگرایان را در پی داشت. پیشتر کاظم جلالی رئیس کمیته روابط پارلمان اروپا با مجلس ایران اعلام کرد که دیدار هیئت این پارلمان با نسرین ستوده و جعفر پناهی با موافقت محمد جواد لاریجانی معاون بین الملل قوه قضاییه انجام شد، اما آقای لاریجانی این موضوع را تکذیب کرد. صبح امروز صدها نفر از کارگران شاغل و بازنشسته استان تهران با تجمع در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی از هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین دهدشتی یکی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی با حضور در جمع کارگران حاضر در مقابل ساختمان مجلس گفت کمیته به وظیفه قانونی خود عمل کرده و تحت تأثیر جوسازی‌های اخیر قرار نمی‌گیرد. کارگران در اجتماع امروز خواستار رسیدگی جدی به گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی و همچنین انجام تحقیق و تفحص از سایر سازمان‌های دولتی مرتبط با کارگران همچون صندوق مهر امام رضا، وزارت کار و مسکن مهر شدند. یدالله جوانی مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه در هشداری صریح به دولت 11 گفت اگر دولت حسن روحانی قصد انحراف از انقلاب را داشته باشد سپاه همچون دوران خاتمی به وظیفه‌اش عمل خواهد کرد. بیشتر محمد تقی مصباح یزدی نیز با هشداری تلویحی به دولت از تعریف مفهوم اعتدال خبر داده و گفته بود اگر معلوم شود اعتدال مد نظر دولت در مواجهه با ارزش‌های اسلامی است با آن به صراحت برخورد خواهد شد.
برن طبیعی است که سپاه اینجا با چشمان باز باید به رسالت خود عمل کند. وی گفته است که سپاه در صحنه همواره باید حضور داشته باشد و از این انقلاب مراقبت کند. این مهم نیست که آن عاملی که می‌خواهد انحراف به وجود آورد چه کسی باشد و در چه جایگاه و موقعیتی قرار گرفته باشد. جوانی در ادامه افسوده سپاه در دولت محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد هم به وظیفه خود در چنین موارد مشابهی عمل کرده است. جوانی در ادامه هم گفته است سپاه پاسدار انقلاب است. بر اساس اساسنامه سپاه که مصوب مجلس می باشد، علاوه بر پاسداری از انقلاب در برابر هر نوع تهدیدی باید بایستد. سپاه در صحنه همواره باید حضور داشته باشد و از این انقلاب مراقبت کند. جوانی همچنین با انتقاد از گزارش 100 روزه حسن روحانی گفته است که مردم این انتظار را نداشتند که گزارش 100 روزه روحانی سبک و سیاق مناظره‌ای انتقادی و تبلیغاتی را داشته باشد. این فرمانده سپاه در بخش دیگری از سخنان خود هم به حوادث سال 88 و موضوع موسوی و کروبی که این روزها بسیار تیتر خبرهاست پرداخته و گفته افرادی که درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه صحبت می‌کنند همانهایی هستند که فتنه 88 را به وجود آوردند. سردار جوانی در پایان هم گفته است سپاه بازوی ولایت است و پیرو خط ولایت است و در انتخابات هم به همین شکل بوده است. پیشتر نیز آیت الله مصباح یزدی گفته بود که اگر اعتدال مورد نظر دولت در برابر ارزش‌های اسلامی قرار گیرد با آن برخورد می‌کنیم. وی افسوده بود در شعارهای دولت ابهاماتی است که به طور نرم کم و بیش با آنها پرداخته‌ایم. مصباح گفته بود بعضی دوستان مشغول نوشتن مقالاتی درباره مفهوم اعتدال و ارتباطش با ارزش‌های اسلامی هستند که اصلا این مفاهیم ارزشش را از کجا می‌گیرد و کاربردش کجاست. مصباح یزدی از این اقدام به عنوان یک کار فرهنگی نرم یاد کرده و ادامه داده اما اگر کار به جایی رسید که پرده برداشته شد و معلوم شد که این تعابیر به دنبال مواجهه با ارزش‌های ریشه‌ای اسلامی است ما هم ناچاریم که صریح‌تر با آن برخورد کنیم. دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد لیست کشورهای دعوت شده به کنفرانس ژنو 2 به زودی نهایی می شود. به گزارش رویترز، بانکیمون دبیر کل سازمان ملل در مقر این سازمان در نیویورک اعلام کرد هنوز نام ایران در فهرست ژنو 2 نیست و مشارکت ایران در این کنفرانس هنوز محل ابهام است. دبیر کل سازمان ملل با بیان اینکه کنفرانس ژنو 2 در موعد مقرر خود در 22 ژانویه برگزار می شود گفته است ما از دولت سوریه و مخالفان انتظار داریم که روی انتخاب نمایندگان خود در کنفرانس ژنو 2 تمرکز کنند. بانکیمون گفته است با توجه به نقش مهم جمهوری اسلامی من و اخضر ابراهیمی معتقدیم ایران باید در کنفرانس ژنو 2 برای حل بحران سوریه شرکت کند. پیشتر اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه نیز اعلام کرده بود این سازمان از حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 استقبال می‌کند اما آمریکا همچنان از این امر ممانعت می‌کند. آمریکا و ائتلاف مخالفان سوریه مخالف حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 هستند. ائتلاف مخالفان سوریه اعلام کرده است که در صورت ادامه حملات هوایی ارتش سوریه به حلب در کنفرانس ژنو 2 شرکت نمی کند. بدر جاموس دبیر کل ائتلاف مخالفان سوریه در بیانیه ای اعلام کرده است محمد جربا رئیس ائتلاف ملی مخالفان سوریه با وزرای خارجه انگلیس و فرانسه در این باره تماس گرفت. خبرگزاری فرانسه به نقل از مخالفان دولت سوریه اعلام کرد ده ها نفر بر اثر بمباران اخیر ارتش سوریه در حلب کشته شدند. منابع نزدیک به مخالفان سوریه اعلام کردند ارتش سوریه با پرتاب بشکه‌های حاوی مواد آتشزا و منفجره شهر حلب را بمباران می‌کنند. فعالان سوری می‌گویند که کودکان نیز در میان کشته شدگان بودند. جیمی کارتر رئیس جمهوری اسبق آمریکا امروز در مقاله‌ای که در واشنگتن پست منتشر شد، طرحی را برای حل بحران سوریه پیشنهاد کرد که بر اساس آن برگزاری انتخابات آزاد، احترام به نتایج آن و استقرار نیروهای حافظ صلح در سوریه از محورهای آن است. کارتر در این مقاله گفته است مذاکرات درباره سوریه تاکنون به نتیجه ای نرسیده است زیرا طرفهای درگیر شروط از پیش تعیین شده ای را برای مذاکرات مطرح کردند. وی افزوده است در صورتی که اقدامات قاطعی برای حل بحران سوریه اتخاذ نشود جنگ در این کشور احتمالاً تا 10 سال دیگر ادامه خواهد داشت. کارتر گفته است به کوفی انان و اخضر ابراهیمی اجازه داده نشد از مهارت خود برای حل بحران سوریه استفاده کنند زیرا
بازیگران اصلی اصرار بر پیروزی بر طرف مقابل دارند و آن را یک پیش شرط می داند. با بالا گرفتن خشونت‌ها در سودان جنوبی، یک مقام سازمان ملل از فضای یأس و ترس در این کشور سخن گفت. به گزارش بی بی سی، توبی لانزه از مقام‌های سازمان ملل از اعدام‌های صحرایی گفت که در شهر بور در ایالات جنگلی روی می‌دهد. این ایالت به دست شورشیانی افتاده که به معاون سابق رئیس جمهوری سودان جنوبی وفادارند. او گفته است عده زیادی از مردم به پایگاه سازمان ملل در این منطقه پناه بردند و عده بیشتری در بیشه ها پنهان شدند. سالوا کیر رئیس جمهوری سودان جنوبی معاونش ریک ماکار را در ماه ژوئیه به ظن تلاش برای کودتا از سمتش برکنار کرد. درگیری ها بین طرفداران دو طرف از هفته گذشته آغاز شد. آقای لانزر هشدار داد تعداد کسانی که در سودان جنوبی به کمک نیاز دارند هر روز در این کشور افزوده می شود. او پیش بینی کرد که تا چند روز آینده صحبت از ده ها هزار نیازمند کمک نخواهد بود و اعداد به صدها هزار هم می رسد. رئیس پارلمان کووید از استعفای تمام وزرای دولت این کشور خبر داد. به گزارش رویترز، استعفای وزرای کوویتی به دنبال حکم دادگاه قانون اساسی مبنی بر قانونی بودن پارلمان صورت گرفت. به گفته رئیس پارلمان کووید، دولت استعفای خود را به امیر ارائه کرده و تاکید کرده است که در جلسه امروز پارلمان شرکت نخواهد کرد. به ابراز امیدواری کرده که ساختار دولت جدید در سریع‌ترین زمان ممکن اعلام شود. مهاجمان انتحاری دفتر شبکه تلویزیونی صلاح الدین در شهر تکریت را مورد حمله قرار داده و دست کم 5 خبرنگار را کشتند. پیشتر سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید کرده بود که خبرنگاران عراقی روزانه در معرض تهدید، ترور و ضرب و شتم قرار می گیرند. در ماه‌های اخیر عراق با شدیدترین و گسترده‌ترین موج خشونت‌ها در 5 سال گذشته روبرو بوده. تا کنون مشخص نشده است که کدام گروه مسئول این حملات است، اما در ماه‌های اخیر تشکیلات دولت اسلامی عراق که با سازمان القاعده در ارتباط است به شکل قابل ملاحظه‌ای بر عملیات‌های خود افزوده است. در حمله به دفتر یک شبکه تلویزیونی در عراق دست کم 5 نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، حمله به دفتر شبکه صلاح الدین در حالی روی می‌دهد که نیروهای ارتش عراق عملیاتی گسترده علیه تشکیلات جبهه اسلامی عراق و شام، سازمان مرتبط با القاعده در استان دیالی آغاز کردند. در همین راستا یک منبع امنیتی گفته است که نیروهای امنیتی عراق با محاصره ساختمان در تلاشند خبرنگاران و دیگر کارکنان به گروگان گرفته شده را آزاد کنند. یک افسر پلیس درباره این حادثه می‌گوید ابتدا خودروی بمب‌گذاری شده در ورودی شبکه صلاح الدین منفجر شد و پس از آن انفجاری انتحاری روی داد که در پی آن مجموعی از افراد مسلح وارد ساختمان شبکه شدند. پیش از آن یک افسر پلیس دیگر گفته بود که 4 انتحاری وارد ساختمان شدند. صدای 3 انفجار از درون ساختمان شنیده شد که دلیل آن و خسارت‌های احتمالی هنوز مشخص نشده است. در همین باره یک خبرنگار در شبکه خبری العراقیه که دفتری در همون ساختمان دارد در تماس با خبرگزاری فرانسه گفته است موفق به فرار از آنجا شدند. هنوز شمار زیادی از خبرنگاران در داخل ساختمان گروگان هستند. در سال جاری میلادی عراق شاهد شدت گرفتن خشونت‌هایی است که عمده آنها فرقه‌ای هستند. سازمان ملل متحد میگوید در 11 ماهی که از سال جاری میلادی می‌گذرد بیش از 8000 نفر در عراق کشته شده‌اند. به این ترتیب ممکن است سال جاری به خونبارترین سال عراق تبدیل شود. در سال‌های 2006 و 2007 میلادی عراق شاهد اوج گرفتن خشونت‌های مذهبی و درگیری‌های شدید میان سنی‌ها و شیعیان بود. بیش از 2 هفته است که از سید مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، 2 شاعر ایرانی، هیچ نشانی در دست نیست. بنا به گزارش‌ها سید مهدی موسوی و فاطمه اختصاری که هر 2 از شاعران شناخته شده و نوپرداز ایران هستند، اواسط آذر ماه به دادسرا احضار شدند اما به دادسرا مراجعه نکردند و سپس از روز یکشنبه 17 آذر ماه به طور مشکوکی ناپدید شدند.
یکی از سایت‌های نزدیک به محافل اطلاعاتی پیش از این سید مهدی موسوی را به آشنایی و دوستی با شاهین نجفی، برگزاری مهمانی‌های مختلف و برگزاری جلسات ادبی در سطح شهر تهران و در برخی از شهرستان‌ها و گسترش ابتذال و تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی متهم کرده بود. در همین حال هرانا، تارنمای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از بازداشت رامین البدایان ایران شاهی، نویسنده و کارشناس ارشد هوا و فضا، خبر داد و نوشت با گذشت یک هفته از بازداشت وی هنوز هیچ اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. بنو به این گزارش، رامین ایران شاهی از 25 آذر ماه تا کنون در بازداشت به سر می‌برد. در پی احضار دوباره مصطفی تاجزاده به دادگاه، 6 تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در یادداشتی به تحلیل وضعیت حاکم بر قوه قضاییه ایران پرداخته و پیشنهاد تأسیس کمپین ملی اصلاحات قضایی را دادند. جعفر اقدامی، مسعود باستانی، محمد سیفزاده، کیوان صمیمی، مهدی معتمدی مهر و مصطفی نیلی در این یادداشت به نقش استقلال و توسعه قضایی در اصلاحات سیاسی و اقتصادی کشورها پرداخته و گفتند که حاکمیت ملی پایدار بدون تحقق حقوق و حاکمیت ملت دست یافتنی نیست. نویسندگان این یادداشت از نقش تهدیدآمیز و نگران کننده وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی نظامی در قوه قضاییه در دوران حاکمیت دولت نهم و دهم نوشته و آن را مخدوش کردن اصل تفکیک قوا و استقلال قضایی خواندند. زندانیان نامبرده همچنین قید کردند کاستی‌های ناشی از فقدان استقلال قوه قضاییه در ایران در بارزترین شکل ممکن خود را در مسئله زندانیان سیاسی و عقیدتی نشان می‌دهد، زیرا این زندانیان قربانیان نقض استقلال قوه قضاییه و مداخله نهادهای امنیتی و نظامی هستند. آنها یکی دیگر از مصادیق این مدعا را حصر غیرقانونی و فاقد حکم قضایی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی دانستند. به گزارش سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، خانواده علی اصغر قروی بعد از 40 روز توانستند با او در زندان اوین ملاقات کنند. بنابراین گزارش به نقل از خانواده آقای قروی، وضعیت جسمانی او که دچار بیماری‌های متعددی است خوب نیست. علی اصغر قروی، پژوهشگر دینی و عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، در پی چاپ مطلبی از او در روزنامه بهار در مورد عید قدیر و موضوع امامت از 19 آبان ماه در بازداشت به سر می‌برد. روزنامه بهار نیز از آن زمان توقیف شده است. قرار است 15 دی ماه به اتهام‌های آقای قروی رسیدگی شود. احسان محمد حسنی، مدیر عامل سازمان اوج، یکی از دلایل غیبت مادر در بیلبوردهای تبلیغاتی افزایش جمعیت در ایران را جلوگیری از انتقادها مبنی بر ترویج دوچرخه سواری زنان عنوان کرد. انجمن طراحان گرافیک انقلاب اسلامی آذر ماه امسال 2 طرح با هدف افزایش جمعیت در ایران طرحی وقت در خیابان‌های تهران نصب کردند که این طرح‌ها با واکنش‌های متعددی همراه شده است. به گزارش دیگربان، در یکی از طرح‌ها خانواده‌ای در حال دوچرخ سواری و در طرح دیگر خانواده‌ای سوار بر قایق دیده می‌شود که طرح نخست به خاطر غیبت مادر با انتقادهایی همراه شده است. آقای محمد حسنی همچنین خطاب به منتقدان این طرح‌ها گفته است مادری که 5 فرزند به دنیا آورده در خانه در حال استراحت و آمادگی برای به دنیا آوردن فرزند ششم خود است. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دلایل فیلتر شدن برنامه ویچت را جمع‌آوری کلیه اطلاعات موجود در گوشی‌های کاربران و رصد ارتباطات اعضا و نقض حریم خصوصی آنها دانسته که انتشار بسیاری از محتواهای مجرمانه غیر اخلاقی و مستهجن را برای نوجوانان به دنبال داشته است. همچنین به لحاظ اینکه ایجاد کنندگان این نرم افزار در خارج از کشور بوده و پاسخگوی تخلفات خود و شکایات خانواده‌های زیان دیده نیستند، بنابراین کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ناچار به فیلتر این نرم افزار شدند. فیلتر شدن ویچت پنجشنبه 28 آذر ماه در جلسه شورای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بدون رأی منفی به تصویب رسید. حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی که یک مقام امنیتی است، گفته است برای حل مشکل بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز خود این رهبران باید تصمیم بگیرند.
به نظر میرسد همزمان با افزایش درخواست‌ها برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، نگرانی‌هایی نسبت به اظهارات و موضع‌گیری‌های آنها پس از رفع حصر احتمالی در لایه‌های مختلف حکومت وجود دارد. همچنین اظهارات آقای آشنا نشان دهنده این احتمال است که در مذاکرات با موسوی و کروبی، رفع حصر به سکوت، عذرخواهی و یا اظهارات همسو با برخی مقام‌ها و سیاست‌های نظام مشروط شده باشد. آقای آشنا در مصاحبه با مجله اندیشه پویا گفته است دولت برای رسیدن به موضعی میانه در میان دو موضع هواداران آقای موسوی و کروبی از یک سو و چهره‌های تندرو از سوی دیگر است. آقای آشنا گفته است مسئله رفع حصر آقایان موسوی و کروبی علاوه بر جنبه حقوقی یک جنبه اخلاقی هم دارد که به آسانی نمیتوان از آن عبور کرد. وی گفته است مسئله حصر چند جنبه است، همه جوانب را که شما حل کنید باز یک جانب باقی میماند و آن کسی است که تحت حصر است. او باید تصمیماتی بگیرد. اگر او نتواند و یا نخواهد تصمیم بگیرد، کار برای همگان دشوار می شود. اگر تصور شما این باشد که آقای موسوی مظلومی است که تحت حصر است، یک جور راهبرد می طلبد و اگر تصور این باشد که او از باب رفعت اسلامی در خانه‌اش حصر شده، یک جور دیگر درباره موضوع فکر می کنید. آقای آشنا با مقایسه رفع حصر رهبران جنبش سبز با رفع حصر آیت الله منتظری تلویحا گفته است که آقای منتظری شروطی را برای برداشتن حصر پذیرفته بود. آقای آشنا که سرپرست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری است، در پاسخ به این سوال که شما تجربه حضور در ماجرای رفع حصر از آیت الله منتظری را دارید، آنجا چه مسیری طی شد گفت درباره آقای منتظری به رغم اینکه شاید فرزندانشان حاضر نباشند قبول کنند، اما حصر آقای منتظری برداشته نشد مگر اینکه آیت الله منتظری هم قبول مسئولیت کرد. هفته پیش نیز در همین رابطه حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات ایران گفته بود حصر موسوی و کروبی را نمیتوان به سادگی لغو کرد. مصلحی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم تاکید کرده بود حبس خانگی رهبران جنبش سبز بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و مصوبه‌ای در این سطح را نمیتوان به این سادگی لغو کرد. به گفته او دستگاه قضایی نیز بر اساس مسائل سیاسی عمل نمی کند و فشارهای سیاسی نمی تواند قوه قضایی را وادار به صدور چنین حکمی کند. او موسوی و کروبی را محارب و یاغی خوانده و گفته بود که آنها در برابر قانون ایستاده بودند. بامداد روز سه‌شنبه در یک انفجار وسیعی در شهر المنصور در مصر دست کم 12 نفر کشته و 130 نفر زخمی شدند. این انفجار در کنار ساختمان مرکز پلیس رخ داد. به گزارش رویترز یک مقام امنیتی گفت این انفجار احتمالاً در اثر یک خودروی بمب‌گذاری شده روی داده است. اما در مورد اینکه آیا این یک بمب‌گذاری انتحاری بوده یا نه هنوز خبری مخابره نشده است. تلویزیون دولتی مصر هم گفت 2 مقام ارشد پلیس در میان زخمی شده دگان هستند. معترضان تایلندی در جریان حضور گسترده خود در خیابان‌های بانکوک مانع از ثبت نام نامزدها برای انتخابات سراسری پیشرو شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 10,000 تن از معترضان تایلندی که به دعوت رهبر مخالفان به خیابان‌ها آمده بودند، مسیر ورود نامزدها به محل ثبت نام انتخابات را مسدود کردند. معترضان بار دیگر خواستار استعفای یینگلانگ شیناواترا نخست وزیر تایلند شدند. بر اساس این گزارش احتمال توافق دولت و مخالفان با تحریم انتخابات سراسری آینده توسط حزب اپوزیسیون دموکرات کمرنگ‌تر شده است. رهبر حزب دموکراتیک تایلند اعلام کرد این حزب برای انتخابات سراسری نامزدی را معرفی نخواهد کرد. به همچنین بر لزوم تعویق انتخابات سراسری تا زمان تحقق اصلاحات در این کشور تاکید کرد. انتخابات سراسری تایلند قرار است 2 ماه فوریه آینده برگزار شود. به گزارش یورونیوز با گذشت 1 روز از تظاهرات گسترده مخالفان دولت در میدان اصلی شهر کیف در اوکراین، گروهی از آنها همچنان به تجمع خود در این میدان ادامه می‌دهند. پس از تظاهرات گسترده روز یکشنبه، رهبران مخالفان بر لزوم برپایی و تداوم اعتراض‌های گسترده مردمی تاکید کرده و گفتند که امسال حتی در روزهای تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی نیز در میدان استقلال خواهند ماند و به اعتراض خود تا دستیابی به خواسته‌هایشان ادامه می‌دهند. ویکتور یاناکوویچ رئیس جمهوری اوکراین پس از عدم پذیرش شروط اتحادیه اروپا و امضا نکردن موافقتنامه تجارت آزاد با این اتحادیه با موج گسترده مخالفان در کشورش مواجه شده است.
مطابق با چند روز گذشته فضای رسانه‌ای در ترکیه هنوز در تب و تاب خبری است که روز سه‌شنبه منتشر شد و مانند یک شوک بزرگ برای ترکیه بود. نه تنها ترکیه بلکه رسانه‌های داخلی ایران رو نیز تحت شعاع خودش قرار داد. روز دوشنبه با آغاز هفته هم می‌بینیم اغلب روزنامه‌های پرتیراژ ترکیه باز هم تیتر خبری خودشون رو یا به این موضوع اختصاص دادن یا به حواشی این موضوع، از جمله تجمع اعتراضی که در چند روز گذشته در شهر استانبول در همین زمینه برگزار شد و یا بازداشت تعداد بیشتری از افسران پلیسی که در جریان تحقیق و تفحص این پرونده قرار داشتند. به عنوان نمونه روزنامه وطن در صفحه نخست خودش تصویری از آقای بابک زنجانی در حال نواختن ویولن درج کرده و با یک تیتر درشت و پرسشی سوال کرده که بابک کیست. همینطور تصویر دیگه از آقای بابک زنجانی رو می‌بینیم که در حال گرفتن یک جایزه از دست آقای حسن روحانی هستش و این روزنامه به نقل قول از رضا زراب متهمی که روز سه‌شنبه بازداشت شد عنوان می‌کنه که بابک زنجانی رئیس من بوده و سرمایهشون بالغ بر 14 میلیارد دلار هستش. خود آقای رجب طیب اردوغان در شرایط فعلی در سفر به پاکستان به سر میبرم، ولی پیش از این سفر در اظهار نظری در واقع هشدار داده بودن به برخی سفرهای کشورهای خارجی و خواسته بودن که از اقدامات تحریک‌آمیز در این زمینه خودداری بکنن. در مورد هالک بانک هم آقای اردوغان گفتن که تمامی شایعات مربوط به این بانک در واقع صحت نداره و این بانک به نوعی قربانی یک توطئه بین‌المللی شده. خود هالک بانک هم روز دوشنبه اطلاعیه‌ای رو در همین زمینه صادر می‌کنه و به ویژه می‌پردازه به موضوع مبادلات تجاری خودش، از جمله صدور طلا به ایران، و عنوان می‌کنه هیچ کدوم از این شایعات صحت نداره و مبادلات بانکی هالک بانک با ایران برمیگرده به پیش از تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا، به خصوص در زمینه صدور طلا، یعنی تاریخ 30 جون 2013. و هالک بانک میگه که خب طبیعی هست تا 30 جون 2013 مطابق با همه موازین بین‌المللی و دیگر سازمان‌های مالی و بانکی در سراسر جهان هالک بانک هم مبادلات طلا با ایران داشته، ولی بعد از اینکه این تحریم از سوی آمریکا وضع شده با احترام به موازین بین‌المللی به مبادلات خودش پایان داده و تمامی فعالیت این بانک زیر نظر شبکه گسترده از بازرسان کنترل میشه. همینطور شایعاتی در چند ساعت گذشته مطرح بود مبنی بر استعفای چند تن از وزرای کابینه آقای رجب طیب اردوغان، مشخصا آقای معمر گلر وزیر کشور، که البته این حرف و حدیث ها هنوز در حد شایعه هستش، هیچ منبع رسمی تا به حال و تا الان این موضوع رو تایید نکرده و همینطور که گفتیم خود آقای اردوغان هم در سفر به پاکستان به سر میبرن. باید منتظر بمونیم تا بعد از اینکه ایشون به ترکیه برگشتن ببینیم چه واکنش تازه‌ای رو نسبت به این موضوع نشان خواهد داد. شرکت‌های نفتی آمریکایی با وجود سود بالقوه‌ای که ورود به میدان‌های نفتی ایران می‌تواند برایشان به همراه بیاورد، همچنان برای این کار از لابی کردن با کنگره خودداری و سکوت اختیار کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت‌های نفت و گاز در آمریکا در 9 ماهه اول سال جاری میلادی تنها در 2 مورد 105 میلیون دلار صرف لابی کردند. با این همه به طور غیر معمولی وارد موضوع ایران نشدند، حتی زمانی که کنگره آمریکا از طرح جدید خود برای اعمال محدودیت بیشتر بر صادرات نفت ایران گفت. در آذر ماه گذشته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گفته بود چندین شرکت نفتی اروپایی و آمریکایی برای بازگشت به میدانهای این کشور ابراز تمایل کردند. سوزان رایس مشاور امنیت ملی دولت باراک اوباما در مصاحبه با شبکه آمریکایی CBS گفت رسیدن به توافق نهایی با ایران ماه‌ها طول خواهد کشید. مشاور امنیت ملی آمریکا همچنین افزوده است در صورتی که ایران توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای خود را نقض کند، اعمال مجدد تحریم‌ها امکان پذیر است. خانم رایس گفته است فشارهای اقتصادی راه را بر ایران مسدود کرده است، ارزش پول ایران 50% کاهش یافته و درآمد ناشی از نفت هم نصف شده است. تورم بالاست و تهران صدمه دیده است. سوزان رایس میگوید هدف دولت آمریکا نه تنها بازداشتن ایران از دستیابی به بمب اتمی، بلکه جلوگیری از موقعیتی است که بتواند رفتن به سوی تولید بمب اتم را ممکن کند.
ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 سوم آذر ماه در ژنو به توافقی موقت دست یافتند که بر اساس آن بخشی از برنامه‌های اتمی ایران به طور داوطلبانه معلق می‌شود و بخشی از تحریم‌ها نیز به شکل داوطلبانه کاهش پیدا می‌کند، از جمله بخشی از پول بلوکه شده ایران به این کشور بازگردانده می‌شود. یک نماینده مجلس از تقدیم درخواست 60 نماینده مجلس برای اعلام اسامی 37 نماینده دریافت کننده کارت هدیه از تامین اجتماعی در زمان ریاست مرتضوی به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. حامد قادرمزی گفت این درخواست به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است و هدف نمایندگان امضا کننده این درخواست این است که نمیخواهند تر و خشک با هم بسوزند. ما میخواهیم اسامی این نمایندگان به طور شفاف به اطلاع مردم و افکار عمومی برسد. قطر برای کمک به ایران در توسعه پارس جنوبی اعلام آمادگی کرد و گفت که این کشور آماده کمک به همسایه شمالی خود برای توسعه این میدان عظیم گازی است. پیشتر بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت ایران در ماه اوت اعلام کرده بود که ایران مایل است با همکاری دوحه و تهران هر دو کشور موفق به برداشت حداکثری از این میدان گازی شوند. تولید میعانات گازی قطر در پارس جنوبی 13 برابر ایران است. خبرگزاری رویترز از قول منابع رسمی در شرکت نفت قطر، شریک ایران در میدان گازی پارس جنوبی، با اشاره به توافق هسته‌ای سوم آذر ماه ایران و 6 قدرت جهانی و نشانه‌های کاهش بار تحریم‌ها علیه ایران، گزارش داد که این کشور از درخواست کمک ایران برای توسعه پارس جنوبی از طرف قطری استقبال می‌کند. رویترز می‌افزاید در حاشیه نشست کشورهای عضو اوپک از وزیر نفت قطر درباره این موضوع پرسیده که وی جواب داده است دو کشور کانال‌های ارتباط دو جانبه با یکدیگر باز کرده و تیم مشترکی را برای بررسی موضوع تشکیل دادند. یک منبع در شرکت نفت قطر به این خبرگزاری گفته است که بعد از توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی راه کمک به ایران برای ما باز شده و قرار است که به ایرانی‌ها در زمینه فناوری و اطلاعات جغرافیایی میدان پارس جنوبی توصیه‌های خود را ارائه دهیم. یک منبع رسمی قطر که در بخش حفاری شرکت نفت کار می‌کند نیز به رویترز گفته است که لایه‌های گازی آسان برای استخراج در منطقه مرزی دو کشور وجود دارد و ما برای این منطقه پژوهش‌ها و عملیات حفاری زیادی داشته‌ایم که اطلاعات ما می‌تواند برای ایران مفید باشد. بنابراین گزارش در بخش تولید گاز مایع دو شرکت قطرگاز و رسگاز فعالیت می‌کنند که قطر بخش عمده سهام این شرکت‌ها را در اختیار دارد. اما بخشی از سهام این شرکت‌ها نیز متعلق به شرکت‌های آمریکایی اکسون موبیل و کنوکو فیلیپس، توتال فرانسه و رویال داتشل هلندی بریتانیایی است. در همین حال یک تحلیلگر مسائل انرژی کویت نیز به رویترز گفته است که قطر برای حفاری این میدان گازی وابسته به فناوری شرکت‌های غربی است که محدودیت‌هایی برای همکاری با ایران دارند. به گفته ای وی قطر خود فناوری خاصی در این میدان ندارد و قرار دادن فناوری‌های لازم برای توسعه پارس جنوبی در اختیار ایران ناقض تحریم‌های غرب است و تنها خدمات و اطلاعات مشاوره‌ای می‌تواند در اختیار ایران قرار دهد. بر اساس گزارش آژانس جهانی انرژی، میدان پارس جنوبی که قطر آن را میدان شمالی می‌نامد، بزرگترین میدان گازی جهان است که ذخایر گازی آن 51 تریلیون متر مکعب و ذخایر میعانات گازی آن 50 میلیارد متر مکعب برآورد می‌شود. قطر به غیر از نیازهای داخلی خود، سالانه حدود 125 میلیارد متر مکعب گاز تولیدی از این میدان مشترک گازی را صادر می‌کند. بیش از 105 میلیارد متر مکعب از این حجم به صورت گاز مایع LNG صادر می شود. اما ایران که 10 سال دیرتر از شریک جنوبی خود توسعه فازهای پارس جنوبی را آغاز کرد و از سال 2009 عملاً به خاطر تحریم‌ها قادر بر راه اندازی هیچ فاز جدیدی نشده، سالانه حدود 86 میلیارد متر مکعب گاز ناخالص از این میدان تولید می کند که 73 میلیارد متر مکعب آن فراوری شده و به شبکه داخلی خطوط گاز تزریق می شود. و اما یک خبر ورزشی. هفته 20 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران با پیروزی پرسپولیس، استقلال و سپاهان و توقف نفت و تراکتورسازی خاتمه یافت.
بازی‌های این هفته عصر امروز با برگزاری 8 دیدار پیگیری شد که طی آن پرسپولیس تهران با تک گل محمد رضا خلعتبری از صد میزبانش ملوان بندر انزلی گذشت و با این برد شیرین خارج از خانه 39 امتیازی شد و موقعیت خود را در سطر جدول ردبندی تثبیت کرد. سرخپوشان پایتخت با شکست ملوان پس از 8 سال این تیم را در انزلی از پیش رو برداشتند. با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که ما را همراهی کردین. از طرف خودم و تحریریه خبر شب و روز خوبی را برایتان آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.